اینکه بله. این هفته دو تا سامانه بارشی بر روی کشور داریم که با خودش برق و بارون رو میاره. یکیش که دیشب وارد شده از نواحی جنوب غرب، باعث شده که کلی از استانهای جنوب غربی و غربی بارش رو داشته باشن. اون یکی دیگه چهارشنبه وارد میشه. اما باید بگم که امروز در استان خوزستان، کسایی که در استان ایلام هستن بارش رو دارن. در کرمانشاه جنوب کردستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلو، بویراحمد امروز بارش برف و بارون توامن همراه خواهد بود. در استان همدان، قم، به طور متوسط برای مرکزی هم همین اتفاق خواهد افتاد. در نواحی جنوبی تر، یعنی استان فارس و استان بوشهر هم ما بارش رو داریم. با توجه به اینکه شدت بارش ها در استانهای حاشیه‌ای زاگرس جنوبی قرار گرفته، بنابراین هیچ بعید نیست که احتمال آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها رو برای امروز در استانهای حاشیه‌ای زاگرس جنوبی داشته باشیم. استانهای مثل خوزستان یا چهارمحال بختیاری، کهگیلو، بویراحمد، در استان فارس بیشتر شمالش، در جنوب لرستان این اتفاق خواهد افتاد. اما فردا هرچند که بارش ها برای نواحی غربی کم کم میشه، اما در عوض به نواحی شرقی میرسه. کسایی که در استان کرمان هستن، یزدیا، منتظر بارش فردا باشن. در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم به طور پراکنده بارش اتفاق خواهد افتاد. پیش بینی میشه دمای هوا برای نیمه شمالی کشور، یا بهتر بگم که سواحل دریای خزر که خیلی شدیدتر ازش و بیشتر احساس میشه، چیزی در حدود 10 درجه برای فردا و پس فردا ما کاهش دما رو داریم. ضمن اینکه برای تهران هم پیش بینی میشه تا چند ساعت دیگه بارش در تهران اتفاق بیفته. البته نمایستی منتظر بارش آنچنانی بر روی تهران باشیم. یه چند ساعت بیشتر طول نمیکشه. و برای آبهای شمالی و جنوبی کشور پیش بینی شده که مواج بشه. دریای خزر امروز و فردا مواج. خلیج تا ابد فارس هم برای فردا مواج هستش، بیشتر نواحی مرکزی و شمالیش. ضمن اینکه باید بگم وزش باد هم در نواحی غربی و مرکزی کشور امروز اتفاق خواهد افتاد.